درود به همگی دوستان، حالتون چطوره؟ اسم من لئوراده و خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. امشب قراره 25 تا از دردناکترین و وحشتناکترین نوع شکنجه رو با هم دیگه ببینیم. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما به کانال من یه سر بزنید، لایک کامنت ساب فراموش نشه. اختار میدم اگر که روحیتون حساسه و این سبک ویدیو روی روحیتون تاثیر میذاره، ممکنه اعصابتون تا چند روز خورد بمونه، این ویدیو رو زیاد بهتون پیشنهاد نمیدم. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. شکنجه اول که جزء دردناکترین نوع شکنجه هم هست، به این صورت که شما رو توی یه تشت یا توی ظرف گالون میذاشتن به طوری که فقط سرتون حالا یا دست و پاهاتون بیرون باشه و به اون قسمتایی که از اون گالون بیرون بوده عسل میمالیدن و شما رو توی برکه یا جنگل رها میکردن که به اون قسمت‌ها حشره‌ها حمله کنن و کم کم شما رو بخورن و البته به شما هم غذا میدادن که تو اون بشکه از مدفوع ادرار خودتون پر میشده و کم کم میمردید. ببخشید من از اول شخص استفاده میکنم، میگم میمردید، دور از جون همتون، ولی دارم مثال میزنم. دومین نوع شکنجه که خیلی هم مرگبار و ترسناک بوده، گاو برنزی نام داشته. به این صورت بوده که یه گاو خیلی بزرگ برنزی بوده که از پهلو درش باز میشده و قربانی رو اون تو میذاشتن، زیرش آتیش روشن میکردن و اون قربانی کم کم اون تو پخته میشده و میمرده و خب دهنه گاو رو یه جوری طراحی میکردن یا معمولا شیپور روش میذاشتن که از زمانی که اون قربانی اون تو درد میکشیده و فریاد میزده صدای ماما از اون تو، یه صدای گاو وحشی از اون تو بیاد بیرون. معمولا این نوع شکنجه تا یک روز زمان میبرده. دیگه از نوع شکنجه ها که به شدت تو رومانی رواج داشته به این صورت بوده که یه سری چوب یا میخ یا تیرک تو زمین فرو میکردن و قربانی رو میبردن اون بالا و از مقعد روی اون قرار میدادن که قربانی با وزنش کم کم میومده پایین و خب سر اون تیرک هم وقتی میرسته پایین از دهن شونه یا سینش بیرون میزده و تو این نوع شکنجه هم قربانی بین 1 تا 7 ساعت زمان میبرده تا کشته بشه. یکی از جدیدترین نوع شکنجه ها که خب تو هنوزم برخی از کشورها هست و برای اعتراف گیری استفاده میشه، چنگال دو طرف است. به این صورت که یه چنگال دو طرف اینجای شما و اینجای شما قرار میگیره و به گلوتون بسته میشه، به این صورته که شما نمیتونید بخوابید و دستاتون رو از بالا میبندن که ایستاده بمونید و سرتون اگه بره پایین اون چنگال توی سینه یا گلوی شما فرو میره. حالا که بحث این چنگال شد، یه مدل دیگه هم شکنجه برای گردن هست، به این صورت که یه دونه گردنبند قلاده مانند و گردن قربانی میبندن که کلی تیغ 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 داره و انقدر سفته که شما هیچی رو نمیتونید قورت بدید، نمیتونید بخوابید یا به هیچ چیزی نمیتونید تکیه بدید، حتی گردنتون هم نمیتونید خم کنید. یکی دیگه از مجازات های خیلی قدیمی و شکنجه که تهش مرگه، به این صورته که شما رو به صلیب میکشن و معمولا تو به صلیب کشیده شدن بر اثر خونریزی و خورده شدن بر اثر حیوانایی مثل کلاغ طرف کشته میشده و اینم بین 3 تا 7 روز زمان میبرده. البته معمولا بستگی داشته که میخواستن طرف مرگش بیشتر طول بکشه، حتی وقتی اون بالا هم بوده بهش غذا و آب میدادن. یکی دیگه از وحشتناکترین نوع شکنجه ها گهواره یهودا نام داشته. یه گهواره هرمی مانند که قربانی و دست و پاشو از بالا میبستن و از مقعد روی اون هرم قرار میدادن و معمولا بر اثر خونریزی اون هرم نمیمرده، بر اثر عفونتی که اون هرم داشته، اون کثیفی کشته میشده. یکی دیگه از نوع شکنجه ها سر پاشیدن بوده، به این صورت که روی سر یا صورت بدن قربانی سر به داغ میپاشیدن که خب طرف از درد جون میداده. سرب هم نبوده، معمولا از روغن داغ یا آب جوش هم استفاده میکردن. یکی دیگه از نوع شکنجه ها محفظه آهنیه، به این صورتی که شما رو توی یه دونه محفظه قرار میدن که توش کلی میخ زده بیرون و معمولا برای اعتراف گیری استفاده میشده و برای اعدام نبوده. تابوت شکنجه که تو قرون وسطا خیلی رواج داشته، یه سری تابوت های کوچیک آهنی بوده که قربانی اون تو قرار میدادن که به صورت خمیده اون تو میرفته و معمولا از سردر شهر، سردر مثلا اون در قصر یا توی تالارا آویزون میکردن و بر اثر گذر زمان یا خورده شدن بر اثر توسط پرنده ها اون قربانی کشته میشده. خورد کننده انگشت که خب هنوزم تو بعضی از زندان ها ممکنه رواج داشته باشه، به این صورت که توی دستگاه انگشت های شما را قرار میدن و انگشتاتون رو میشکنن و فقط هم برای دست به کار نمیره، حتی این دستگاه برای خیلی قبل‌ترین دیگه نیستش، الان برای سر هم به کار میرفته که سر شما رو توی محفظه قرار میدادن و اینقدر بهش فشار میوردن تا جمجمه شما خورد بشه. یکی دیگه از وحشتناکترین نوع شکنجه و اعدام ها شکنجه با طناب بوده.
به این صورت که دست و پای شما رو به طناب می‌بستن، اون طرف طناب به اسب می‌بستن و به اسب و شلاق می‌زدن تا حرکت کنن و بدن اون قربانی از هم گسسته می‌شده. یکی از نوع اعدام‌ها که به نظرم تو این لیست ما راحت‌ترینش باشه گیوتینه. به این صورت که قربانی رو زیر گیوتین قرار می‌دادن و اون تیغ می‌اومده پایین و درجا سرش قطع می‌شده. این جزء راحت‌ترین نوع مرگ‌ها حساب میشه تقریبا بین این لیستی که ما داریم. از دردناک‌ترین نوع شکنجه‌ها قاب کشنده بوده. به این صورت که یه تخت یا یه قاب مانند بوده که قربانی رو می‌خوابیده، دست و پاهاش از بالا و پایین می‌بستن و با طناب به شدت می‌کشیدن، به طوری که همه مفصلاش و استخوناش از هم کشیده می‌شده و خورد می‌شده. قیچی زبان به این صورت بوده که با یه قیچی مانند زبون شما رو می‌گرفتن و از حلقتون بیرون می‌کشیدن و معمولاً برای اعتراف‌گیری به کار می‌رفته. و مثالی که میگن زبونت و از خلقومت میکشن بیرون از همین جاها اومده. شکنجه با موش که خب معمولا تهش هم به مرگ ختم میشه، فکر میکنم هممون تقریبا تو فیلم گیم آف ترونز دیده باشیم. به صورتی که شما رو برهنه میکردن، روی نافتون یه دونه سطل آهنی قرار میدادن که توی اون سطل موش بوده و به اون سطل حرارت میدادن و اون موش بل اجبار مجبور میشده که برای فرار از اون حرارت شکم شما رو بشکافه و بره توی شکمتون. یکی دیگه از نوع شکنجه ها که برای اعتراف گیری تو قرون وسطا استفاده میشده صندلی شکنجه بوده. یه صندلی که روی اون بین 500 تا 1000 تا میخ تعبیه شده بوده و قربانی روی اون میشسته، زیرش آتیش روشن میکردن و معمولاً برای اعتراف گرفتن استفاده می‌کردن. کفش سیمانی که خب جزء جدیدترین نوع شکنجه حساب میشه، شکنجه که نه بیشتر نوع کشتن مرگ حساب میشه، توی آمریکا هم مرسوم بوده. به این صورتی که پاهای شما رو توی یه بلوک سیمانی قرار میدن و شما رو چند روز به اون صورت ایستاده نگه میدارن و در آخر توی رودخونه و دریاچه میندازن که های قربانی هم سنگین بوده و ته دریاچه کشیده میشده. چرخ کاترین یکی از مرسوم ترین نوع اعدام ها توی اروپا به این صورت بوده که دست و پای قربانی رو به چرخ میبستن و میچرخوندن که بر اثر اون چرخش استخونای اون طرف خورد میشده و در همون حینم اون جلاد به اون طرف شلاق میزده، ولی خب اون طرف نمیمرده و فقط اینا شکنجه بوده. در آخر اون چرخ رو روی بلندی میذاشتن وسط شهر که بر اثر خورده شدن با پرنده ها یا حالا حیوان های دیگه کم کم اون طرف ته چند روز کشته میشده. تنها رحمی که توی این نوع از شکنجه بوده اینه که اون جلاد قبل از اینکه اونو بفرسته توی شهر بذارتش اون بالا میکشتتش. یکی از وحشیانه ترین نوع شکنجه ها الاغ اسپانیایی بوده. به این صورت که دوتا تخته چوبی وی شکل که این وسطش یه تیغ بوده، قربانی رو اون میشندوندن و از دو طرف پاهاش وزن آویزون میکردن که اون قربانی کم کم از وسط. شکنجه بعدیمون هم مثل همین الاغ اسپانیاییه، اره از وسط، به این صورت که طرف از پا برعکس آویزون میکردن و با اره از وسط. آخرین نوع شکنجه مونم که قطعا مختون سوت میکشه و توی اروپا مرسوم بوده به این صورته که قربانی رو توی یه اسب مصنوعی میذاشتن و یه اسب واقعی میرفته سراغ اون اسب مصنوعی و دیگه نگم براتون، عکسشو براتون میذارم. خیلی از این شکنجه ها رو متاسفانه نمیتونم عکسشون رو بذارم چون قطعا یوتیوب استرایک میزنه. و نکته عجیب این قصه اینه که 99% این شکنجه ها برای اروپا بود. خب دوستان، شکنجه هامون تموم شد، امیدوارم خوشتون اومده باشه. آدرس اینستاگرام من پایین صفحه میاد، دوست داشتید فالو کنید و اگر سابسکرایب هم کنید خیلی ممنون میشم. تا یه ویدیو دیگه، بای.